شما و بزرگان شما به خصوص آقای بنباز گفتن که حتی استفاده شما الان دارم جلوم هست. سوال شده ازشون که آیا قضای این قربانی که امام حسین برای امام حسین و برای عزاداران امام حسین شیعه قربانی میکنن این گوششون میدن آیا خوردن حلال هست یا حرام؟ سوال اینه، میگه که هل یجوز الاکل الطعام الذي يطبق الشيء في عاشوراء علماء انهم يقولون ان هذا الطعام هو لله لكن ثواب الطعام للحسين رضي الله عنه. بعد در سوال میگه آیا جایت هست هست؟ در جواب فتوا اومده که کاری که شیعه در عاشورا انجام میده از جمله سینه‌زنی و زنجیرزنی و غیره و ذلک و پخت غذا، این کار جایز نیست، بعد مشارکت در این کار جایز نیست و خوردن این غذا حرام است. و لا یجوز الاکل من هذا الطعام الذي عدو بقول بدعته و ضلالته. و حتی در فتوای دیگه اومده که ایشون مرتدن و از اسلام خارجن، نباید این غذا خورده بشه. ببخشید آقای محمد غذا خوردن که حرام هست حرام هست، کسی نمیتونه بگه غذایی که نظر غیر خدا باشه حلال بکنه. اما کجا گفتن که مرتد و کافر هستن؟ خب قصه‌ای که گفتین مرتد و کافر الان برای شما من میخونم در سایت پاسخ حقیقت.net در کتاب فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جلد دوم صفحه 372 آقای محمد اسکر، مطلبی که گفته مرتد و کافر هستن رو بخونید. فهم مشکون مرتدون علی الاسلام والعیاذ بالله لا یحل اکل من روائهم لأنهم میتتن ولو ذکر علیک اسم الله. اجازه، فهم مشرکون مرتدون علی الاسلام در سایت حقیقت.net این مطلب از کتاب فتاوی للجنة الدائمة للبحوث العلمية که رئیس لجنه آقای بنباز است، نائب رئیس عبدالرزاق عفیفی، عضوش عبدالله بن قدیان و عضو دیگرش عبدالله بن قود هست. خب میدونید الان من این فتوا جلو ارومه. چرا شما مطلب من اتاق فرمان خواهش میکنم تصویر لپتاپ رو ما بدید، تصویر لپتاپ رو تا ببینیم این بنده خدا چگونه این جمله رو بهش اضافه کرد. خب ببینید من تصویر لپتاپ رو میخونم، فتوا به این صورت اومده و پاسخ رو میخونم و جمله‌ای که شما اضافه کردین. فتوای لجنه دائمه الافتا جلد دوم صفحه 264 این مطلب رو اضافه کرده. اتاق فرمان من اینو از لپتاپ میخونم برای اینکه گویا مشکلی در اینجا من حالا برشاد این سیم رو از لپتاپ اضافه کرده. اتاق فرمان من اینو از لپتاپ میخونم برای اینکه گویا مشکلی در اینجا من حالا برشاد این سیم رو از لپتاپ بیرون بکشم تا اینو بتونم بخونم وهل يحل لنا ان ناكل منها علما بانهم يدعون عليا والحسن والحسين وسائر سادات في الشده والرخاء. فاجابت اللجنه برئاسه سماحه الوالده شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخ عبد العزيز عفيفي وشيخ عبد الله الغديان وشيخ عبد الله بن قود اثابهم الله الجواب. ببینید من میخوام بگم شما چقدر این نوع تحریف رو ارائه میدین. الجواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه. اذا كان الامر اجازه اذا كان الامر كما ذكر السائل من ان الجماعه الذين لديه من الجعفريه يدعون عليا والحسن والحسين لا يحل الاكل من ذبائحهم لانها ميته ولو ذكروا عليها اسم الله. یک مطلب ببینید، میگه اذا كان كما ذكر السائل همونطور که سائل میگه. بعد هم این بحث مرتدون و مشرکون علی الاسلام، به این که بگی شیعه مرتدون و مشرکون علی الاسلام هستن، چرا این رو اضافه کردین به این؟ من آدرس سایت الان جلوم رو اگه بخوام بخونم. آقای محترم متن رو براتون خوندیم و بهتونم گفتیم که از شما از جایی که دارین میخونید، من دارم فتاوی لجنه دائمه جلد دوم صفحه 264 مطلب رو بخون. اسم این که شیعه مرتد و مشرک هستن در این فتوا نیامده، چرا ما قرار بایستی برای اینکه مردم رو عقده‌ای بار بیاریم بخوایم در واقع آدرس غلط و اشتباه بدیم؟ بر صورت تماستون واسه شد مطلبتون مطرح کنید، بینندگان مطالعه خواهند کرد که آیا واقعا شیعه را مرتد و مشرک خطاب کرده در این فتوا. بیننده بعد را خواهیم شنید.